اگر بازیگر دانش غنی داشته باشه نسبت به کاری که میخواد انجام بده، دیگه فرقی نمیکنه بازیگر فیلمای کمدی باشه یا بازیگر درام باشه یا بخواد کودک کار کنه یا هر کار دیگری. بازیگر بازیگره، ولی گاهی اوقات فیزیک یک بازیگر انگار اونو سوق میده که بره فقط کارهای کمدی بکنه. مثل تصوری که مثلا ما از لوی دوفونس داریم یا تصویری که از چاپلین توی ذهن ما هست. بعضی از بازیگرها هستن که اصلا ظاهرشون نشون نمیده که میتونن کمدی کار کنن، مثل مرد چهره سنگی با سرکیتون. با سرکیتون وقتی کار میکنه شما نمیتونین ازش دور بشین، انقدر شما رو به عمق کاری که داره میکنه میبره که بعد وقتی میان چهره بیرونیشو میبینین باور نمیکنین این همون بازیگره. گاهی اوقات در کار کمدی اغراق وجود داره. اغراق نه در شکل بازی کردن، در شکل اتفاقاتی که داره میفته. گاهی اوقات در تضاد کمدی به وجود میاد، یعنی هیچ چیز غیر عادی نیست ولی در یک تضاد که قرار میگیره به نظر میاد کمدیه و شروع میکنیم به خندیدن و باهاش ارتباط برقرار میکنیم به عنوان یک کار کمدی. اما بازیگر وقتی داره کمدی کار میکنه کار سختری به نظر من انجام میده، چون مجبوره دانشی رو که داره به کار ببنده و اتفاقا خودش رو جمع کنه، رزرو کنه برای اینکه اغراق نکنه در نمایش چیزی که به شکل کمدی داره نشون داده میشه. از نگاه من بازیگر کمدی وقتی داره کار میکنه انقدر طبیعی کار میکنه و انقدر رئال داره کار میکنه که در موقعیت که قرار میگیره برای شما یک موقعیت کمدی به وجود میاره. این شکلی از بازیگری کمدیه که هیچ ارتباطی به این نداره که شما فقط کمدی کار کنین یا کار درام میکنین یا کار کودک میکنین یا هر کار دیگه. مهم اینه که میدونین دارین چی کار میکنین. مثلا توی تئاتر برای بازی کمدی شما احتیاج دارین به یک بدن فرز، احتیاج دارین به یک بدنی که قابلیت‌های تغییر داشته باشه، به موقع بتونین خودتون رو جمع کنین، یا تمریناتی که ما با نوید قبلا میکردیم که بدونین که پاتون رو خم کنین کل فیزیکتون رو کوچیک کنین. گاهی اوقات احتیاج دارین از یه جایی عبور کنین، از یه جایی بیاین بیرون، از یه جایی بپرین. پس کار کمدی کردن در تئاتر خیلی کار سختریه و همین نسبت در سینما کار کمدی کردن سخته، چون شما وقتی دارین یه کار درام میکنین همه چی برای شما از پیش تعیین شده و به شما میگه که به عنوان یک بازیگر این چارچوب رو دارین و در این چارچوب دارین میرین جلو. در کمدی گاهی اوقات اتفاقاتی میفته غیر قابل پیشبینی که شما مجبورین اونو از قبل پیشبینی کنین و برین جلو. بسیار کار سختیه که در کلام نمی گنجه. فقط میتونم بهتون بگم فیلمای باستر کیتون رو نگاه کنین، فیلمای چارلی چاپلین رو ببینین و یا فیلمای برادران مارکس که توش پر از اغراق به کمدی میرسه ولی بازیگرها دارن خیلی جدی بازی میکنن. هیچ کدومشون ادای کمدی بازی کردن در نمیارن یا هیچ کدومشون تلاش نمیکنن کمدی بازی کنن. در موقعیتی قرار میگیرن یا در وضعیتی خودشون رو قرار میدن که برای ما کمدی میشه. تفاوت زیادی هست بین لودگی و کار کمدی کردن. لودگی بیشتر به حرکات و کلام سخیف متکیه. شما در بازی کمدی حتما باید دانش بازیگریتون نسبت به بدنتون، نسبت به بیانتون، نسبت به موضوعی که دارین کار میکنین خیلی خیلی عمیق و کلاسیک باشه. در کار لودگی شما احتیاج به چیزی ندارین، فقط کافیه تقلید یک حرکت ناشایست رو بکنین، میشه لودگی و هم میخندن ولی هیچ عمقی نداره، قبل و بعد نداره. بازیگری در کمدی قبل و بعد داره، شما باید بدونین از کجا به کجا میرسین. در لودگی میتونین هر کاری بکنین، اتفاقا بداهه خیلی به درد لودگی میخوره، چون در لحظه میتونین از هر چیز سخیفی بهره ببرین بدون هیچ عمق یا ریشه‌ای و دیگران رو بخندونین.
مطلبی میخوندم که یه پزشکی میگفتش که شما وقتی با لحن کودکانه با حتی یه نوزاد حرف میزنین، اون در ذهن خودش میگه این چرا اینطوری حرف میزنه؟ ما فکر میکنیم که داریم باهاش با لحن کودکانه حرف میزنیم و تو این لحن کودکانه فکر میکنیم داریم خودمون رو بهش نزدیک میکنیم. چطوری خانم قشنگه؟ حال شما خوبه؟ اون بچه تو ذهنش میگه این چرا اینطوری حرف میزنه؟ چون تصور ما از اون نوزاد یا از اون کودک این لحن ظریف ریز یه ذره کودکانه است، ولی اون در ذهن خودش داره فکر میکنه، اون میگه برای چی دارن با من اینطوری حرف میزنن؟ در صورتی که اگر با یه بچه‌ای خیلی جدی و خیلی درست مثل خودتون حرف بزنین، پذیرش اون بچه از شما خیلی بیشتره. در مورد کار کردن کودک هم همینطوره. فکر میکنن اگر میخوان برای بچه‌ها کار کنن باید فقط چیزای اغراق‌آمیز رنگی و شلوغ پلوغ بیارن تا بچه باور کنه دارن برای کودک کار میکنن، در صورتی که بچه شاده، هیچ چیز اغراق‌آمیزی درش وجود نداره، خوشحاله، حس غیرعادی نداره، بچه بازی دوست داره، یه چیز کاملا طبیعیه. اگر بدونیم که جهان کودک چیه، وقت سعی نمی کنیم براش اغراق‌آمیز بازی کنیم، مثل بازیایی که آقای طهماسب یا آقای جبلی در کلا قرمزی دارن. هیچ کدومشون هیچ اغراقی ندارن. آقای طهماسب نشسته با یه عروسک عین یه بچه حرف میزنه و خیلی جدی و حتی مسائل روزمرهشو خیلی جدی با این عروسکایی که حکم بچه دارن مطرح میکنه. پس برای همه پذیرشش واقعی تر میشه. میفهمن که میشه با یه بچه چجوری حرف زد و اون جهان کودکانه برای بچه هم جذاب میشه. اینا تفاوتیه که به نظر من به غلط از نوع بازی بازیگر در کمدی، در کار کودک، در کار درام وجود داره. بازیگر بازیگره و هر قالبی رو که بهش بدن باید قادر باشه خودش رو در اون قالب تغییر بده، مشروط بر این که به شکل علمی و درست اطلاع دقیق داشته باشن از کاری که دارن میکنن. معذرت از تایی دل. چرا نمیری خونه؟ آخه دلم تنگ میشه. تنهایی؟ منم تنها. همه فکر میکنن فامیل من شهرستانه، یعنی خودم بهشون اینجوری گفتم، ولی منم هیچکیو ندارم. اینه تو کاکی، من دایناسورت بودم. شام خوردی؟ پاشو راجع به قابلیت‌های فیزیکی بازیگر که با هم حرف می‌زدیم، فکر کنم یه چیزی رو خیلی دلم میخواد بگم، برای اینکه برای خودم وقتی اینو یاد گرفته بودم و میدونستم میشه این کار رو کرد خیلی چیز جذابی بود. من الان از نوید خواهش میکنم بلند شه و به ما نشون بده که چطوری بدون اینکه پاشو خم کنه قدشو کوتاه‌تر کنه. این قابلیت فیزیکیه که اگر آدم به بدنش مسلط باشه میتونه انجام بده. نوید میشه اینو طبقه طبقه انجام بدی؟ ببینید در هر اندازه‌ای که نوید میاد پایین در واقع ستون فقراتشو داره خم میکنه و در هر طبقه‌ای که میاد پایین اصطلاح منه به نوید این قد چند سانت میاد پایین تر و پایین تر و این چقدر کار جذابیه وقتی که شما خواهد الان نوید صاف بیست، وقتی به خصوص گذر عمر در یک شخصیتی وجود داره که آدم به مرور هی قدش کوتاه و کوتاه‌تر میشه و برای اینکه بخواد دراز مدت توی یه فیلم بازی کنه چقدر راحت میتونه بدون اینکه زانوشو خم کنه قد خودشو کوتاه کنه. این چیزی بود که خیلی دلم خواست بگم. خیلی هم بامزه میشه طبقه طبقه میای پایین.